با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز آدینه 13 بهمن ماه 1396 خورشیدی برابر با دوم ماه فوریه 2018 میلادی رو از این لحظه آغاز میکنم و بعد از مقدمه کوتاه در خدمت مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر کاظم علمداری خواهم بود که همیشه مورد توجه شما بوده صحبت‌های ایشون و نکاتی رو که به عنوان یک استاد جامعه شناسی ارائه دادن. و پیش از پیش تشکر میکنم از سپهر عزیز که مثل همیشه با من همراه هست تا پایان برنامه. عرض کنم حضورتون که هفته گذشته صحبت‌های آقای دونالد ترامپ در جلسه مشترک مجلسین جلب توجه کرد و مطابق معمول ایشون در توییت‌هایی رو که به اصطلاح ارائه دادن گفتند که بزرگترین تعداد یا بیشترین تعداد کسانی که در امریکا بودن و خارج از امریکا، به هر حال 46 میلیون نفر به این سخنرانی توجه کردند و اون رو دنبال کردند و این بزرگترین تعداد بیننده تلویزیونی هست در طول تاریخ امریکا. از اونجایی که رسانه آزاد حرف آخر رو میزنه، رسانه هایی که به زعم آقای دونالد ترامپ رسانه های علکی و قلابی هستند، آمار دیگه نمیتونه قلابی و علکی باشه. معلوم شد که در این مورد هم مثل موارد دیگری که مطرح شده کمی اشتباه بوده و حتی همین دو رئیس جمهور با قبل آقای دونالد ترامپ تعداد بینندگان برنامه سخنرانیشون خیلی بیشتر بوده. کلینتون 66 میلیون و اوباما 48 میلیون اگر اشتباه نکنم ارقام رو، به هر حال از رقمی که ایشون گفتن. خب این یکی از خصوصیات بارز آقای دونالد ترامپ هست که دوست داره محبوبیت خودش رو به اثبات برسونه و نشون بده که تا چه حد در امریکا محبوب هست. در مورد همون مراسم سوگندش هم جمعیتی رو که مطرح کرد سر صدا رو انداخت، ولی اینا مسائل حاشیه ای است که هیچ اهمیتی نداره. مسئله اصلی که مطرح بود، مسئله اظهار نظر ایشون در این سخنرانی راجع به سیاست‌های آینده امریکا در مورد کره شمالی، در مورد ایران، در مورد مهاجرین و غیر ذلک، که خود اون هم هر کدوم از این سرفصل‌ها میتونه در واقع یک بحث مفصل رو به دنبال داشته باشه و تجزیه و تحلیل لازم کافی و لازم رو به همراه داشته باشه. اما در مورد آخرین موضوعی که همین لحظات قبل از اینکه من بیام به استودیو مطرح شد، یادداشت و یا نامه ایست که آقای نونز که یکی از افراد برجسته مجلس نمایندگان هست نوشته و طی اون نکاتی رو مطرح کرده که به زعم بسیاری ها نمی بایست منتشر بشه و علارغم تمام مخالفت هایی که از جانب نمایندگان از سناتور گرفته، ریپابلیکن یا دموکرات، مسئول یا رئیس FBI و غیر و ذلک، حتی وزیر دادگستری و همه اینها مطرح شد که این یادداشت نباید متنش منتشر بشه، آقای دونالد ترامپ که همون شب سخنرانی شنیده شد، نه طی سخنرانی ولی گفتگویی که میکرد با نمایندگانی که میخواستن این ممو به اصطلاح منتشر بشه، گفت 100% این رو منتشر میکنیم. کار خودشون رو انجام دادن و این ممو امروز منتشر شد. راجع به جزئیاتش بحث ادامه داره، داره تجزیه و تحلیل میشه. ضمناً دموکرات ها که فریاد برداشته بودن که ما هم نکاتی رو در این مورد داریم که اجازه نمیدن منتشر بکنیم، به اونها هم اجازه داده شد که نکات خودشون رو منتشر بکنن که اون هم منتشر شد. همونطور که عرض کردم خیلی زود هست که بخوایم بپردازیم به
مفاد این یادداشت. اون چه که مسلمه یادداشت اصلی که چندین صفحه، مثل که 14-15 صفحه هست اون گزارش اصلی، این گزارشی که منتشر شده خلاصه شده بود به 4 صفحه و بعد تقلیل پیدا کرد به 3 صفحه. گفته میشه اون نکاتی رو که نگرانی های ایمنی و امنیتی برای امریکا به وجود می آورد حذف کردن از این یادداشت. حالا همونطور که عرض کردم باید ببینیم که کار به کجا می انجامد. من دیگه وقت برنامه رو نمی گیرم، میریم در خدمت مهمان ارجمند برنامه در استودیو و با سپاس فراوان از اینکه این زحمت رو متحمل میشن و به استودیو میان سلام میکنم خدمت شما. آقای دکتر سلام. خیلی سلام میکنم خدمت شما. خیلی ممنون ازتون. آقای دکتر صحبت های منو شنیدین؟ بله. نه این داستان که هنوز روشن نیست. بله. فکر میکنم که باید کمی فرصت داد، به خصوص که خبرگزاری ها تفسیر روش میذارن. بله. و اونا رو باید شنید. من البته نشنیدم هنوز. بله. چون نه اون چه که من شنیدم توی راه که میومدم صحبت از این بود که دارن اون دوسیه‌ای که اون پرونده‌ای که مطرح شده بود قبلن و توش مفادی بود که در واقع نشانگر دخالت مستقیم روسیه در انتخابات بود، راجب اون بحث شده و راجب این که بعضی از افراد در FBI و وزارت دادگستری با جهتگیری به نفع خانم کلینتون و یا نه فقط به نفع خانم کلینتون به ضرر آقای دونالد ترامپ می‌خواستن اقدام بکنن. آقای دونالد ترامپ تو صحبتایی که قبلا کرده بودن گفته بودن که این یادداشت نشون میده که این کاری رو که آقای مولر داره ادامه میده بیجاست و ما می‌خوایم اینو خاتمه بدیم. این صحبت از ایشون نقل میشه. می‌فرمودید. بله، من فکر کنم بیشتر به سخنرانی شب سخنرانی سالانه آقای ترامپ بپردازیم. نکاتی که به نظر من تو این سخنرانی برجسته اومد، طبق معمول البته هر سخنرانی سالانه‌ای که انجام میگیره راجع به اقتصاد، راجع به سیاست خارجی، راجع به مسائل داخلی، راجع به مشکلاتی که هست صحبت میشه. من فکر میکنم که در این سخنرانی هم وجه برجسته‌اش راجع به اقتصاد بود که او تلاش کرد که اعتبار خوب بودن اقتصاد رو به خودش اختصاص بده و بگه این همه اتفاقات در یک سال گذشته روی داده، در حالی که ما میدونیم مسئله اقتصاد رو دراز مدت است و اون تحولی که در اقتصاد ایجاد شد بعد از بحران 2008 زمان جورج دبلیو بوش، آقای اوباما تونست درستش بکنه و منحنی رشد اقتصاد از 2010 یعنی 7 سال تقریبا قبل شروع شد و این رشد همچنان ادامه پیدا کرده. باز منحنی بیکاری یا نرخ بیکاری از همون تاریخ رو به افول، رو به کاهش گذاشت و هنوز رو به کاهش بوده و یک سال گذشته هم به تبعیت از 6 سال قبلش، 7 سال قبلش همین روند رو ادامه داده و آقای ترامپ بدون توجه به این به نمودار اقتصادی خیلی روشن و ابتدایی به نظر من تلاش کرد که همه 6 سال گذشته رو نادیده بگیره و بگه زمان من، دوره من اتفاقات افتاده. خب آقای دکتر، آقای ترامپ معتقده که اقداماتی که کرده در زمینه اقتصاد، برگرداندن کارخانه ها و به سر نهادهای تولیدی به امریکا و افزایش تعداد میزان اشتغال در امریکا، به خصوص تکیه روی اشتغال سیاه پوستان و لاتین تبارها، یکی از مسائل بسیار مورد توجه ایشونه که مرتب هم مطرح میکنن و یک عده امروز حتی کسانی که روزای اول با دیدگاه های ترامپ موافق نبودن معتقدن که تا روزی که اقتصاد این طور شکوفا هست که واقعا بی سابقه است شکوفایی اقتصاد این روزها، ایشون محبوبیت خودشون رو در بین تمام امریکایی ها حفظ خواهند کرد، به خصوص اون طبقه طرفدار خودشون. بله. که اونها به هر حال ایشون در مقابل هر اقدامی هم که پیش آمده در مورد یک هنرپیشه، فیلم های پورنو یا نمیدونم تمام این چیزایی که مطرح شده، کوچکترین خدشه‌ای به
نظر طرفدارای ایشون وارد نیاورده که هیچ، ولی همطور که عرض کردم یه تعدادی هم مسائل اقتصادی رو مهم میدونن و معتقدن تا روزی که اقتصاد به این صورت داره پیش میره، آقای دونالد ترامپ محبوب خواهد بود و حتی برای دوره بعد رئیس جمهور خواهد شد. بله، شکی نیست که عامل اقتصاد نه تنها در آمریکا، در تمام دنیا عامل بسیار مهم و در موارد بسیار تعیین کننده است. در مورد آمریکا هم شکی نیست که شهروندان آمریکایی، مردم آمریکایی در درجه اول میخوان درآمدشون بالا بره، رفاه بیشتر داشته باشن، مالیات کمتر بپردازن و مسئله از این کار داشته باشن. خیلی خب همین نکته که اشاره کردم، نکته که فکر می‌کنم که برجسته هست و خیلی هم بهش روش تکیه کردن، پایین آمدن نرخ بیکاری در میان سیاهان هست. بله که هنوز البته دو برابر بله نرخ بیکاری سفیدپوستان هست. بله این نکته‌ای است که به نظر میاد برجسته است، ولی هم توی قبلا اشاره کردم بیکاری یا ایجاد کار، کار آفرینی در کوتاه مدت صورت نمیگیره. نمیگیره. در حال یه زمینه طولانی مدت میخواد که انجام بگیره و او عمدن، حالا میدونه یا نمیدونه، اون زمینه ای که این اقتصاد رو فراهم کردیم، بیکاری رو کم کردیم رو نادیده گرفته. ولی در حال واقعیت هست که امروز بیکاری زیر 4 هست و بین سیاهان تقریبا 6 هست. بله. در که در گذشته خیلی بالا بوده. بود. بله. زمانی که آقای اوباما اومد به کاخ سفید بیکاری نزدیک 10 بود. بالای 10 بود. بله. بله. یعنی شما نگاه بکنید که از 10 نیفتاده به 4. بله. کم کم اومده 9 شده، 8 شده، 7 شده، 6 شده. چون منحنی که نگاه میکنید به تدریج اومده رسیده به 4 که زمان اوباما بوده. یعنی 3 و 9 4 زمان اوباما بوده. و این رو هر کسی که حالا الفبای اقتصادم بدونه میفهمه که وقتی من منحنی رسم میکنم در این دوره اتفاقاتی داره میفته، یک سیاستهایی به خرج داده میشه که برده شده که میتونه این اثرات مثبت رو داشته باشه، شکی نیست. ولی اگر اون نکته درست که نهاییش نیست که بهره برداریم وضعیت رو او خواهد کرد. و خیلی ساده است که بگم که کسایی که هوادار او هستن بدونین که اصلا کاری به این مسائل داشته باشن، هیچ چیز دیگه واسه شما مطرح نیست. و این حتما میبینید که در تمام زمینه ها جامعه آمریکا منفی بوده و رو به نظر من آبروزی برای آمریکا هست در تمام جهان. ولی برای اون گروهی که پایگاه اجتماعی آقای ترامپ رو تشکیل میده مهم نیست این چیزا. و مهم این است که او آمریکا رو که اونا خودشون رو آمریکایی با آمریکا اونا هستن. بله. و خب نکته مهم دیگری که توی این سخنرانی و بارها آقای دونالد ترامپ مطرح کرده مسئله تغییر قانون مالیات هاست که برای مدتی طبقات متوسط هم ازش منتفع میشن، ولی نفع اصلی متوجه کورپوریشن ها و مدیران شرکت های بزرگ و کسانی است که سالانه حقوق های چند میلیونی میگیرن. بله ببینید، این در زمینه مالیات هم او باز یک بلوف دیگری زده که گفته در تاریخ معاصر آمریکا سابقه نداشته کسی بیاد اینقدر مالیات ها رو پایین بیاره. ولی در حال اینجور نیست. در همین دوره که اوشون اشاره میکنه او نهمین رئیس جمهوری هست که مالیات ها رو کاهش داده. مثلا اینجا تعیین کننده نیست. به نفع کی کاهش داده؟ اوباما مالیات رو کاهش داد، ریگان خیلی مالیات رو کاهش بله. داد. بله ببینید، باید نگاه بکنید که بنا بوش پدر هم بوش پدر میگم این ادعا که من بیشترین یا بزرگترین کاهش مالیات رو من انجام دادم، شما میتونید باز مراجعه بکنید به رسانه های معتبر و براتون آمارا رو نشون بدن و اون نهمین نفری هست در این رده. بله. ولی مهم این است که او برای کسانی مالیات رو کم کرده که یعنی مثل تیپ خودش که پول اونها رو زیاد میکنه و به طور غیر مستقیم اثرات منفی مالیات، کاهش مالیات ثروتمندان روی طبقه پایین هست. بله. ببینید والمارت یک کمپانی شاید بزرگترین بله. توزیع کننده در جهان هست. بله. اشاره کرده که ما از این سیاست مالیاتی آقای ترامپ چندین بیلیون دلار سود میبریم. از این مقدار ما 700 میلیونش رو اختصاص میدیم به کارمندا و کارگرامون. بله. اونجوری که دستمزد از ساعتی 10 دلار به 11 دلار افزایش پیدا کنه. منتها این 1 دلاری که دریافت میکنن
در مقابل تغییر تحولاتی که اقتصاد به وجود میاره کاملا از بین میره. یعنی تورم. تورم بله، اصلا پوشش پوشیده میشه میره. مهم این است که شما بتونید اقتصادی فراهم بکنید، مالیاتی رو مثلا تنظیم بکنید که همه به یک میزان بهره‌مند بشن ازش. سیاست ریپابلیکن ها، جمهوری خواهان از جمله آقای ترامپ این است که ما هر چقدر مالیات پولدارها رو کم بکنیم اشتغال میره بالا و نه بی پولان پولدار خواهند بشن. این سیاست مثل ریگان هست که به طوری میگفتن تریکل داون اکانومی، بله که اکانومی که از بالا هر چقدر بیشتر پول در بیارن بالاخره پول رو خرج کنن، بلکه اینجوری نیست. اونا پولشون کجا خرج میکنن؟ نتیجه ای رو که این سیاست قبلا به بار آورده منفی بوده بله. من این رو باید در نظر گرفت. دکتر یه ما هر بارم که صحبت میکنیم دوستداران آقای دونالد ترامپ برآشفته میشن، ولی آخه یه چیزاییست که نمیشه گفت. پریروز ایشون گفته که یکی از سناتورهای سرشناس به من گفته تو بزرگترین و بهترین رئیس جمهوری هستی که امریکا به خودش دیده. و من ازش پرسیدم حتی از لینکلن و جفرسون گویا، گفته بله از اونام تو بهتری. و بعد خبرنگارای موذی بی تربیت رفتن از این آقا پرسیدن که از سناتور پرسیدن که شما همچی چیزی گفتیم؟ گفتم نه من همچی چیزی نگفتم، من گفتم شما میتونید اگر درست عمل بکنید. شما بیا حتما داستان شنیدید که در خبرنگارا که هم بیدن در شیطانت میکنن رفتن دروغ هایی که او در یک سال گذاشته در آوردن 2000 تا. دیگه اصلا معنی نداره که اون دروغ بگه، اینقدر دروغ گفته شده که عادی شده برای مردم و خوشش میاد دیگه این مسائل رو که مطرح کنه. چون میدید در روز ممکنه حرفش عوض بکنه و دروغ گفته باشه و بخواد به یه جوری دیگر دروغ بگه. من فکرم که هوادارها و پشتیبانان آقای ترامپ هم باید اخلاق رو در نظر بگیرن، بگن یه رئیس جمهوری من داره حمایت میکنم مثل خود من که اخلاق رو رعایت میکنم، اون باید اخلاق رو رعایت میکنه. هر جور رعایت نکر اخلاق رو من جلوش بگم میگم این کار رو نکن، این کار زشتی بود انجام دادی. خب اتفاقا یه اظهار نظر بود که ضمن این که این مسائل در داخل امریکا به یک صورتی مطرحه، ولی در خارج از امریکا و به خصوص اروپا به اصطلاح اون موقعیت و ارزشی رو که امریکا داشته در اون کشورها به کلی دچار خدشه شده و دچار تزلزل شده. آقای جوزی شما یه رئیس جمهور مثل جورج دبلیو بوش رو خب میدونیم که رئیسشون خوبی نبوده، در حال ریپابلیکن بوده، ولی خب اون از نظر اخلاقی همین میخواستم بگم. ببینید این است که او در مصاحبه ای که باش کرده بودم بعد همین بسیار یک سال گذشته گفت بود که قدرت آدم رو وسوسه میکنه که تبدیل دیکتاتور بشه. بله. چیزی که مانع دیکتاتوری آدم میشه، این قدرتمندان میشه، میدیاست، رسانه هست. و واقعیت هم همین. بله. این رسانه نمیذاره که کسی که قدرت به دستشون میاد دیکتاتور بشن. و آقای ترامپ تمام تلاشش این است که رسانه ها رو از بین ببره. بله و مرتب داره میکوبه. بله. برای این نکته این است. دلیل اینکه ما میبینیم که توی شوروی سابق و روسیه کنونی و تمام جمهوری هایی که بعداً به وجود آمدن در ایران دیکتاتوری قوقا میکنه، به این دلیل است که در مقابلش رسانه ها رو از بین بردن. دقیقاً. رسانه ها یا وابسته به خودشون هستن که باید دعایت بکنن حرفایی که خود رژیم رو دیکته بکنن، یا رسانه ها سانسور میشن که جرئت نمیکنن حرف بزنن یا میبندن اینها رو. دکتر علمداری، عکس العمل این مخالفت و در واقع صحبت هایی که آقای دونالد ترامپ میکنه در مورد رسانه ها این شده که من لااقل تجربه میتونم بگم 40 ساله خودم در امریکا، هرگز من ندیدم که رسانه ها تا این حد گستاخی به خرج بدن. بله. یعنی اون عمل عکس العملی رو به وجود آورده که گاهی شما این برنامه های طنز سیاسی آخر شب رو که نگاه میکنید واقعا من خجالت میکشم بعضی وقت صحبت هایی که میشه راجبه، یعنی میرن بعد خیلی بیشتر از اون چیزی که قبلا مطرح بوده و میتونسته مجاز باشه الان به خودشون این اجازه رو میدن و این آزادی مطبوعات و رسانه ها بهشون این اجازه رو داده مستند میزنن و حرف ها مستنده، ولی فوق العاده گاهی تند، حتی
اهانت مستقیم به بستگان آقای دونالد ترامپ و نتیجه این و علت این به اصطلاح واکنش رو شاید شما بهتر بتونید توجیه بکنید که از نظر جامعه شناسی و از نظر روانشناسی افراد. خب این طبیعی است که یک همچین عکس العمل های شدیدی پیش بیاد. اینطور نیست؟ تمام زندگی آقای دونالد ترامپ رو نگاه بکنید ببینید که آلوده به بی اخلاقیه. بله. نوع بی اخلاقیاش متفاوت است ولی بی اخلاقی فراوان هست. بله. و او انقدر که این یک سال گذشته یا دو سال گذشته در صحنه افکار عمومی قرار گرفته قرار نداشته. بوده البته آدم شاخصی بوده. بله. بله پول داشته. برنامه تلویزیونی داشته. بله میشناختنش. آدم گمنامی نبوده. و اونجا خب بیشتر به جوک و فکاهی بدل میشد و رد میشده چون مسئله مطرح نمایش بود. تلویزیونی بوده. نمایش تلویزیونی بوده به مردم آمریکا و جهان از ارتباط پیدا میکنه. کارا و حرفایی که او در یک سال گذشته زده مربوط به تمام مردم هست، در اون مردم آمریکا به اضافه مردم جهان. یعنی سیاست های آمریکا به دلیل اینکه بزرگترین کشور جهان هست در تمام دنیا اثر میگذاره. این نیست که یه نفر بیاد رئیس جمهور آمریکا با توجه به اینکه میدونم سیستم قانونی اینجا سیستم بدی هست، یعنی دموکراسی بدی هست در آمریکا، به دلیل اینکه دست رئیس جمهور باز میذاره کارهای غیر دموکراتیک انجام بده. شما میبینید در اروپا کشورهای به خصوص اسکاندیناوی دولت‌ها طوری تنظیم شدن که یک فردی که خطا میکنه بلافاصله کنارش میذارن و بدن اینکه دولت ائتلافی هستن توی مجلس، دولت از تو مجلس در میاد، او بر مجلس دیکته میکنه. این تفاوت به نظرم در آمریکا در سیستم دموکراسی آمریکا نسبت به اروپا هست و همین به نظر میاد باعث میشه که او بتونه از اون خصلت دیکتاتوری که داره و میخواد حرف آخر رو بزنه و میخواد در مقابل همه بیسته، وضعیت سیاست آمریکا رو هم خراب خواهد کرد. آقای دکتر، در تایید صحبتی که فرمودید در خارج از آمریکا در اروپا در مجلس نمایندگان انگلیس صحبت دیروز بود یا مربوط به قبل هست من نمیدونم، ولی یک نماینده که 2 دقیقه دیر رسیده به جلسه دستشو بلند میکنه، اجازه میگیره و میگه من به خاطر خطایی که کردم استعفا میکنم. 2 دقیقه. یعنی حسابشو بکنین که، و به قول یکی از همین اکتورهایی که انگلیسی و اصل هست آمده به امریکا و خیلی شهرت پیدا کرده، جارویس اگه اشتباه نکنم اسمش هست، او میگفت که هر کدوم از کوچکترین کارهایی رو که آقای دونالد ترامپ در این مملکت انجام داده اگه تو انگلیس اتفاق میافتاد همون روز اول تموم بود کار. بله. و خب به هر حال این جریان ادامه داره و میدونم تو ذهن شما هم همین چیزی رو که من میخوام بگم هست. من آرزو میکنم که مثل بقیه رؤسای جمهوری که اول کارشون واقعا متوجه کاراشون نبودن، به اصطلاح اشتباهات میکردن، ولی بعدن روی خط میافتادن و میفهمیدن که چه موقعیتی دارن، آقای دونالد ترامپ هم روزی کارایی رو بکنه که من و شما هم بشینیم اینجا تمجید بکنیم از ایشون. من بهم زمانی ممکن است که مشخص بشه این پرونده ای که در مورد دخالت روسا در انتخابات آمریکا هست پایان بپذیره و مشخص بشه که روسا در انتخاب آقای ترامپ نقش نداشتن. معلومه. بله، در اون صورت اینا همه تلاش میکنن که رئیس جمهور خوبی داشته باشن، چون در حال به دلیل قدرت بسیار بزرگ دست او هست روی همه داره اثر میذاره. ببین هر چقدر خراب بکنه همه جا خراب خواهد شد. ولی این زمان این سون خرابکاری اصلی مشخص بشه بود انجام نداده در اشتراک با روسا. روسا در حال به نظر میاد که این کار رو کردن، هیچ اصلا حرفی نیست، منتها در چه درجه کردن. تعیین کننده بوده تا چقدر تعیین کننده بوده و علیه خلاف قانون آمریکا بوده، اینا مهم هست. ممکن است در یه حدی باشه که قانون آمریکا نتونه کارش بکنه. نه، ممکنه این صحبتی رو که آقای ترامپ مرتبا میکنه که توانی در کار نبوده، کلوژنی در کار نبوده، ممکنه واقعا اینطور باشه و امیدواریم که اینطور باشه. من خب. دیگری که مثلا پینت سخنرانی بود مسئله مهاجرت بود. بله بله بله، اون عکس العمل خیلی بدی هم داشت. بله. و خب یه البته چند نکته داشت، یه نکتهش هم راجبه این لاتاری بود، ویزاهای لاتاری بود که باز نشون میداد که آدم بی اطلاعی هست در این زمینه. دقیقاً. یا بازم یا دروغ گفته یا بی اطلاع بوده، چون لاتاری هم تا به حال این ادعا کرده که همینجوری هر کسی رو که در لاتاری شرکت می‌کنه. اینجوری نیست.
برای لاتاری حداقل 3 تا معیار وجود داره که آدمایی که اقدام میکنن دیپلم داشته باشن، 2 سال تجربه کاری داشته باشن و از نظر امنیتی چک شده باشن. هم من و شما هم که خواستیم بیایم اینجا چندین فیلتر جلوی درام بود. یعنی قانونن و علت همون قوانینی که موجود بود، من یادم مدت ها طول کشید همون به اصطلاح سابقه افراد و اینا تک تک این چیزا کنترل میشد و خیلی بیشتر این روزها داره کنترل میشه. نکته دیگه شم این که باز با آوردن دو تا مادر در بالکن به اصطلاح محل کنگره و ایجاد تیجان و احساس و تحریک احساسات که اینا فرزندانشون یک نفر مکزیکی الاصل مکزیکی تبار کشته و باز هم تلاش کرد که اون ایمیجی که در گذشته از مکزیکی‌ها داده بود که آدم قاتل هستند، متجاوز جنسی هستند، دراگ می‌فروشن، از این مسائل رو دوباره تکرار بکنه که به نظر میاد که اینم مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت که در حال اشاره میکنن که میزان جنایتی که خود آمریکایی‌های نیتیو انجام میدن همین روزها اصلا قابل مقایسه با اون تعدادی که مکزیکی‌های مهاجر انجام دادن نیست، ولی در حالو تلاش کرد که از اون تصویری که پایگاه اجتماعیش داره روی خارجی‌ها استفاده بکنه. بعد البته نکات دیگه هم داره، فکر می‌کنم که وقتی دیگه نباشه تاریخ چون مسئله ایران خیلی مطرحه آقای دکتر، گفتن بپردازیم. چه می‌بینید آقای دکتر؟ ببینید مسئله ایران، من فکر می‌کنم که یک تحولی اتفاق افتاده که غیر قابل برگشت شده. گهگداری هم شما میبینید که این امامان جمعه تلاش میکنن با تهدید و ایجاد رعب و وحشت. امروز شنیدید؟ بله شنیدم. یکی از همین آدم ها آقای خاتمی آقای خاتمی امام جمعه موقت به اصطلاح تهران، او باز به یک نوع غیر مستقیم تلاش کرد که برای تظاهر کنندگان حکم اعدام صادر بکنند. این در حال شیوه ایست که یه روزی خود حسن روحانی هم به کار برده بوده و اون موقع در حال 70-80% جمعیت با اینها بود. ربطی به امروز نداره که 70-80% شد 90% جمعیت علیه اینا هستن و اینا اینقدر بی‌اعتبار شدن و خراب کردن. این هم اون موقع مسئله اختلاسان ضرور نشده بود، کرده بودن ولی کسی نمیدونست. اون روز مشخص نشده بود که رهبرشون با چه دوز و کلکی شده انتخاب شده رهبر و خودش هم اصرار داشت چون اصلا شایسته این کار نیستم، نه مذهبی نه حقوقی. وای به حال مملکتی که این بعده. امروز دیگه متفاوته. اون روز این همه بیکاری وجود نداشت، اون روز وضع اقتصاد اینقدر بد نبود، اون روز که اینا میتونستن این کارا رو بکنن تهدید بکنن تورم اینقدر گسترده نبود، رودخانه ها رو خشک نشده بود. یعنی مشکلاتی که امروز وجود داره اصلا قابل وارثه نیست با روزی که اینا با تهدید اعدام میتونستن مردم رو وادار بکنن ساکت بمونن. امروز اون نیست. مضافاً بر این که من فکر میکنم که مسئله بیکاری یک بیکاری کاذب یک نوع دیگر به این معنا بیکاری کاذب که بسیاری از کارگران و کارمندان که کار میکنن از ترس اینکه حقوقشون اون کار رو از دست ندن حقوقشون نمیدن، با تأخیر بهشون میدن ولی ساکت هستن. نمون مواردی هست که کارگران تا 8 ماه، کارگران کارمندان شهرداری معلمان تا 8 ماه حقوقشون دریافت نکردن. حالا چگونه اینا دارن زندگی میکنن، با چه وضعیتی اصطلاح خودشون رو میگردن اینجا رسوندن یه بحث است. یه بحثی هست که نشون میده که دولت وضع مالیش بسیار بد هست که نمیتونه این حقوقها رو تامین بکنه. بخش دیگه‌اش این است که مردم چقدر نگران هستن کار نداشته باشن، به اصطلاح ارتش بیکاران بپیوندن. طبقه تحصیل کرده، بله، یعنی همین طور دانشگاه ها دارن آدما رو بیرون میفرستن. چون قبلا یک ریپورتی تلویزیون خود جمهوری اسلامی تهیه کرده بوده، آگهی داده بودن به طور اصطلاحات مثلا ببینن که وضعیت چگونه هست، آزمایشی است دیگه، آگهی داده بودن که ما احتیاج به چند نفر گارسون دارای لیسانس فوق لیسانس و دکترا هستیم. گارسون و 300 نفر تماس گرفتن و درخواست کردن که ما بذاریم کار بکنیم اینا. ولی خب چون آزمایشی بود کسی را باشون کار نکردن، رفتن سراغ کسی که داشت بنایی میکرد، دکترای تاریخ داشت بنایی میکرد، خب گفت کار ندارم، داره بالاخره این کاری که دارم میکنم.
و کسی بالاخره صدا کردن که بیاد بگن که یکی از افرادی که فوق لیسانس داشته، فوق لیسانس علوم سیاسی داشته، که این کار بشه، گارسنی رو بهش بدن. وقتی اومد اونجا در صحنه هنوز وانمود دارم میکنن که طبیعی هست، بهش گفتم کار گارسنی رو واگذار به کسی دیگه کردیم، دیگه اون نیست، کار ظرفشویی الان هست، میخوای انجام بدی؟ اون وقت من فوق لیسانس دارم ظرفشویی اینا، گفت همین که هست میخوای؟ نه. گفت باشه، اگر با هم خوب تا بکنن، من مدیر مثلا رستوران اذیتی نکنن، باشه من قبول میکنم ظرفشویی. بعد تازه جوش گفتن آقا همه اینا شوخی بود، شما تنها نیستی، 300 نفر دیگه با همین مدارک و حتی دکترا حاضرن بیان این موضوع، حاضرن کارو بکنن. و شما و تازه این متوجه شد که سنگ ایرخ شده با این داستان، البته اعتراضی هم نکرده، بخاطر اینکه خب بهش البته گفتن که نشون بدیم، این رو گفته نشون بدید. ولی میخوام بگم که همه این که تلویزیون جمهوری اسلامی میاد و با آگهی مشخص میکنه داوطلبان بیکار فوق لیسانس تا حد دکترا حاضر هستن کارهای بسیار ابتدایی بکنن که احتیاج به سواد ابتدایی فقط داره، وضعیت کار در ایران جوری هست، چندین میلیون بیکار هستن و هیچ کنه. خب اینو به صورت یه ترفند موذیانه از طرف طبقه آخوند نمیبینی؟ که بیان خودشون اینا رو مطرح بکنن، میدونی؟ چون خیلی وقتا این داستانی است که پیش میاد، یعنی خود من میدونم چقدر خرابه، بفهمید دارم خودم هم میگم. الان شما همینی که گفتید به دو تا نکته باید اشاره بکنم. یکم دعوایی است که تندروها با حسن روحانی دارن و تو این دعوا شما این مسئله طرح میشه که بخوان اعتبار حسن روحانی رو از بین ببرن و تمام مشکلات رو بندازن گردن دولت، ولی در این حال کل مجموع رژیم رو میارن پایین. بله، یعنی اعتبار همشون میاد پایین. نمیتونن مثلا بیان هاشمی رفسنجانی که فوت کرده رو بیان بگن تو کاخ زندگی میکرد و کاخ رو نشون بدن، کاخ مرمر رو نشون بدن و بگن رئیس جمهور آمریکا. این واقعیت دارم میگم، رئیس جمهور آلمان میره ایران، تعجب میکنه که رفسنجانی تو این کاخ داره زندگی میکنه، اصلا خودش که در آلمانی که از ثروتمندترین کشورهای دنیا است این گروه نیست. ولی نگن که آقای رهبر تو کاخ دیگر شاه داره زندگی میکنه. بله، خب بالاخره اینا رو مردم میفهمن که اونم توی شاخ کاخ دیگر داره زندگی میکنه با تجهیزات بسیار مجهزتر، خیلی با تغییرات وسیعی که بله. یه مسجد هم درست میکنه، یه صحنه سازی هم میکنه که وقتی تلویزیون نشون میدن میگن خب یه مسجدی هست و مردم اونجا جمع شدن، میان میشن رو زمین و این آقام رو یه صندلی معمول نشسته، ولی این نیست، پشت پرده رو نشون نمیدن. ولی مردم در حال میفهمن کسی که توی کاخی که در حال یه باغ بسیار گسترده ای هست و میدونن کاخ شاه بوده چگونه باید باشه دیگه، فقط نمیتونن رفسنجانی رو بی‌اعتبار بکنن، خودشون بی‌اعتبار خواهند شد. یکم شما نگاه میکنید بعضی از خبرنگارها حالا یا عمدن یا در حال میخوان واقعیت رو منعکس بکنن، گزارش هایی تهیه میکنن و میان گزارش که اعلام میکنن پخش میشه یک گریبانشون میگیرن. بله، به ازشون پرسش میکنن و گاهی کارشون از دست زندانش میکنن. نمونهش یک گزارشی است که از کردستان یکی از خبرنگارا تهیه کرده و دستگیرش کردن. من این گونه هست آقای دکتر. حالا یه نکته دیگه بیاد شما حرف بزنید. خواهش می‌کنم بفرمایید. من می‌خوام بگم که اون چیزی که داره اتفاق میفته الان، آقای حسن روحانی دو روز قبل سخنرانی کوتاهی در آرامگاه آیت الله خمینی کرد که محتوای این صحبت بسیار بسیار مهم هست. به این دلیل مهم است که شما نگاه می‌کنید، نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی تا حال این بود که اشتباهاتی که شاه کرد ما نباید بکنیم. بلد. و فکر میکنن شاه به این دلیل سقوط کرد که اون آزادی ها رو داد، که اون آزادی ها رو داد، سرکوب نکرد درست حسابی و گفت من صدای انقلابتون شنیدم. بعد نمیواست اون اشتباه رو اون کرد، ما نباید اون اشتباه رو بکنیم، باید برعکسش بکنیم. همون کاری که شاه نکرد و میبایست بکنه و ما رو وادار به عقب نشینی میکرد ما الان انجام بدیم. تا با سیاست و نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی همین بوده. این سخنرانی عوض شده، نشون میده که حسن روحانی حداقل دولت این رو فهمیده که مشکلات انقدر زیاد هست، اعتراضات بسیار گسترده است که میتونه به انقلاب بدل بشه و اعلام میکنه که همه باید صدای اعتراض مردم و انتقاد مردم رو بشنون، تمام مقامات این کار بکنن، خاص مردم، مطالبات مردم و همینطور نصایح مصلحان رو بشنون، نخبگان رو بشنون، کسانی که خیرخواه هستن بشنون و مردم حق اعتراض دارن، مردم حق دارن که بیان حتی تظاهرات بکنن. همین ها نشان دهنده یک سیاست جدید و استراتژیک و دید استراتژیک جدید است. و شما همزمان میبینید که خب توی خیابون یک کارزار جدیدی زنها را میندازن. بله.
مثلا مبارزه و مخالفت با حجاب اجباری. و این میتونه تبدیل جنبش بشه. الان جنبش نیست، یه کارزاری هست که آغاز شده، میتونه تبدیل به جنبشی بشه و اینا رو اذیت بکنه به این دلیل که در حجاب در قرآن نیست. بله. و فقها هم هیچ گونه مجازاتی برای بی حجابی تعیین نکردند چون در قرآن نیست، باید اساس نداره که بیان کارو بکنن. آقای طالقانی هم گفت لا اکراه فدنی. بله لا اکراه فدنی خیلیشون گفتن، ولی اون که اصلا میبرن زندان از همین دایه استفاده میکنه لا اکراه فدنی، ولی میگن به تو مربوط نیست چیزا، اجبار در دین وجود نداره. ولی نامربوط به تو نیست. ولی در این زمینه حجاب من فکر میکنم که یه فشار بزرگی هست که این فشار بزرگ نمیتونن نادیده بگیرن. فشاری که بر اساس یک حقی هست که دنیا به رسمیت میشناسه و اون رو و وحشت هم ریخته دیگه دکتر. بله، اینا نمیتونن اینو نادیده بگیرن. به خصوص اگر شما نگاه بکنین در جوار یا در کنار اعتراضات گسترده 3-4 هفته گذشته داره اتفاق میفته و اینا نگرانی هستن که اینها با هم دیگه ارتباط پیدا بکنه، که ارتباط هم پیدا خواهد کرد، با اعتراضات کارگران ارتباط پیدا خواهد کرد، دانشجویان و معلمان غیره، و میتونه موج از اعتراضات به وجود بیاره و همون حرفی رو که حسن روحانی بهش زده که شاه به این دلیل سقوط کرد که صدای مردم رو نشنید و تنها صدایی که شنید صدای انقلاب بود. آقای دکتر، راجب آقای روحانی، مسیح علی نژاد که همین نقشی داشته تو همین روسری برداشتن دخترها و به صورتی داره ادامه میده این کمپین و به اصطلاح، حرفای گذشته آقای روحانی رو با حرفایی که امروز میزنه همه رو، همون نوارای صوتی رو منتشر کرد توی برنامه که دقیقا نشون میده که آقای روحانی به هیچ وجه اون چیزی که امروز میگه نیست. هر چند که گفته میشه و آدم ها متحول میشن، تغییر میکنن اینا، ولی به قدری این تضاد صحبت ها در گذشته و امروز زیاده که آدم نمیتونه باور کنه که روحانی غیر از اون چیزایی که اون موقع گفته هست. بله. ولی امروز برای اینکه به قول خودشون حفظ رژیم رو به اصطلاح نگهبانی بکنن و حافظ رژیم باشن، مجبوره که جهت دیگر رو نشون بده. مجبوره. مجبور. بله. و من حتی از یکی از دوستان، یعنی استاد سابق من در دانشگاه و شخصی که فوق‌العاده فرهیخته هستن، گفتن که نظرشون این بود که آینده ایران در رسیدن آقای روحانی به ولایت مقام ولایت فقیه که ایشون هم داره در این زمینه کار میکنه و احتمال این هست که خود آقای به اصطلاح رهبر این روز بیان و بگن که میخوان کنار برن و ایشون جاشونو بگیرن، و یا اینکه به علت شایعاتی که هست و بیماری که داره ممکنه از بین بره و باز هم هیچ کس شایستگیش بیشتر از روحانی نیست. نظرتون چیه؟ بله، کاملا درست است. من فکر میکنم که این یک عقب نشینی، یک سناریو یه سناریو که عقب نشینی روش هست، که تلاش میکنن که اولا خود روحانی تلاش میکنه چهره متفاوتی نشون بده از گذشته خودش. میدونه جز رادیکال ها بوده، جز اصولگراهای تون روی بوده که تهدیدهای اعدام هم، او هم تهدید اعدام کرده بود در گذشته به معترضین، و امروز در دوره انتخابات، کمپین انتخاباتی چهره دیگری از خودش نشون داد، ولی بعد از انتخابات که تموم شد، برنده شد، رأی مردم گرفت، دوره چهره به اصولگرا به خودش گرفت که با سپاهیان همراهی بکنه، با رهبر همراهی بکنه، باز متوجه شد که اشتباه کرده، جامعه نمیپذیره این وضعیت رو، فکر کرد مثل گذشته، چون همواره این کار کردن، زمان انتخابات فضا رو باز میذارن که مردم بیان رأی بدن، بعد از اون دوره میبندن، همه چیز میبندن، سرکوب شروع میکنن. این بار نگرفت این کار، من نشان شاخصی داره، این شاخصی هست برای اینکه اینا بفهمن که این جامعه دیگه جامعه 2-3-5 سال قبل دیگه نیست، این جامعه دیگری است که به صورت دیگری داره میره. بنابراین میبینید که از حسن روحانی از اون چیزی که در زمان انتخابات گفته فراتر میره، این حرفا رو که داریم میزنیم. بله، که بله. شاه صدای انقلاب رو، فقط صدایی که شنید صدای انقلاب بود، به آقای خامنه‌ای و دیگران داریم که این ما داریم میریم به طرف انقلاب، ما شما انقدر میخوان رو کش بدید که صدای انقلاب رو بشنوید و دیگه قابل کنترل نیست. من میگم که این وضعیت
در حال شما دراز مدت، البته ممکنه شما بگید که من یک سال آینده دو سال آینده رو نتونم خیلی خوب پیش بینی بکنم، ولی یک ماه دو ماه رو میتونم پیش بینی کنم چه اتفاقات داره میفته. و خیلی ساده است که ما ببینیم که این روندی که امروز شروع شده مثلا در 22 بهمن که یه هفته الان بهش مونده، اگر صف تظاهرات جدایی درست بشه یا در درون تظاهرات شعارهای مردم علیه حکومت داده بشه، فاتح این رژیم خونده است. اینا میدونن که پایان است. اون آقای خاتمی نماز جمعه هم باید جلو بساط جمع کنه بره، یک جایی برای اون واقع نمونده. و خودشون این کاره میکنن، بلافاصله خود این رو و هم دارین نفس جوان‌تر میذارن که این حرفای اینجوری پرت و پلا رو دیگه نزنه. این اصلا مغزش کار نمیکنه که در این شرایط بیاد بخواد تهدید بکنه، در حالی که رئیس جمهور داره به یک نوعی دلداری میده جامعه رو، به اونها هشدار داده میده که داره به سمت انقلاب میره جامعه، این بیاد تهدید بکنه. خب این رو باید یک کنار بذارن که از این حرفا دیگه نزنه، چون این توانه این جز چون از موقعیت خودشون میترسه دیگه. ولی دکتر اینا همش تنظیم شده است، گفته میشه که این امامان جمعه تمام توی به اصطلاح برنامه‌ای هست براشون که چی بگن چی نگن. بله بله، یه مثلا ستاد نماز جمعه وجود داره که بینا هر هفته دیکته میکنه، دیکته میکنن که رؤوس مطالعه که باید حرف بزن این چیزاست. منطقه که میاد مثل این در علم یه مسئله اعدام رو تر میکنه. یکی دیگه هم هست، یک آدم بسنس کازم صدیقی، اون که فکر کنم فسیله، اون فسیل واقعا فسیله، واقعا میکنه اون حرفای پرتباله عجب غریب میزنه. یه قرنی هن اینا. آره، به اینا توجه نمی کنند که اون جمعیت که تو اون نماز جمعه جمع کردن به دلایل مالی یا اعتقادات بسیار سنتی یا اعتبارات دیگری میانجا جمع میشن، ولی صدای تو داره در دنیا پخش میشه. آخه حرفایی که شما میزنید مورد تمسخر قرار میگیرید، رژیم رو خودتون از بی اعتبار میکنید. به نظر میاد که ربط به این آدم ها نداره که یه سری آدم فسلی رو گرفتن، 700 نفر آدم هستن، امام جمعه هستن که از بالا تعیین شدن، همش هم نماینده رهبر هستن. آره، تمام نماینده اینا نیستن، رهبری 7800 نفر دیگه هم داره در نهادهای مختلف. بله، این 7800 نفر امام جمعه هستند، 7800 نفر هم نمایندگان اون مداها. بله، همه جا در کوچکترین نهاد چون این نفر گذاشتن نماینده رهبر در مثلا دانشگاه، در فلان دانشکده. از این بلازم سیستم بالاخره یه روزی خوش می نجیم میوسه این دیگه کار نمی کنه. این دستگاه امنیتیه که در شوروی کار نکرد. این شوروی تمام مایش گشت بود. شما نگاه بکنید استالین نزدیکترین آدماش اعدام می کرد. و اینکه نشون می دادن این شک می کرد که اینا به اون وفادار نیستن. خب به هر کسی که فکر می کرد به وفادار نیست، یه ماه بعد دنبال می دستگیرش می کردن، بعد از اعدامش می کردن. این ها ممکنه فکر بکنن که در یه شرایطی برای بقای خودشون کارهای اینجوری انجام بدن، ولی ریشه خودشون رو میزنن. اون چیزی که مشخصه، شما حتما این صحنه رو دیدید، یک آخونی در رشت در خیابان تلاش میکنه با یه خانمی حرف بزنه. الان اون صحنه قبل چی هست فیلمشون نمیده، ولی اونجوری که نشون میده اون آخون تلاش میکنه گلی چیزی به این خانم بده و این خانم پرخاشگرانه میزنه تو سرش، میندازه کلاه عمامه آقا میفته پایین و کسی واسطه میشن. یا در قم مثلا حمله میکنن به دوتا آخوند، بی اعتبار شدن اینها، جرأت نمیکنن بیان بیرون. نه، اینا بی اعتبار از دیر زمان خودشون میدونن. چون نگاه کردید که علی لاریجانی اومدن سخنرانی بکنه، دعوت بکنه برای 22 بهمن که همه زیر فرمان رهبری میان، لنگ کفش برای تو این کفش براش میاد به تقلید از عرب ها که اون یه اهانت بزرگ میدونه. او در اینه که لنگ کفش داره میاد، محاصرهش هم کردن که کفش رو این نخوره، با دو همین شعر ورا رو تارو تکرار میکنه که همه زیر فرمان رهبر میان برای 22 بهمن. خب میاد 22 بهمن میرسه، مشخص میشه دارن شعر مرگ بر دیکتاتور میدن. دکتر علمداری، ترامپ و برجام و ایران. بله، بنوید من فکر میکنم که برجام تموم شده است، به خاطر اینکه برجام یک ستون که آمریکا باشه نیست، ستونای دیگه داره که اونا نمیپذیرن که برجام دوباره بیان از نو بررسی بکنن، نو قابل بحث مثلا تعدیلش بکنن. ولی مشکل دیگه ای هست، فقط اون نیست. یعنی اگر آمریکا بیاد مسئله تحریم ها رو یا فشارهای تحریم یا تهدیدهای تحریم رو نگه داره، اروپایی ها
سرمایه گذاری نمی کنن، می ترسن بانک ها باید اونجا سرمایه گذاری بکنن، کمپانی ها باید سرمایه گذاری بکنن، و اونا می دونن که بازاری که در اختیار آمریکاست ده ها برابر بزرگتر از بازار حتی چین حساب میکنه، بازار ایران هست، من ریسک نمی کنن برن در ایران سرمایه گذاری بکنن. و همین این هست که جمهوری اسلامی نگران هست که نمیتونه مشکلشون رو، مشکل اقتصادیشون رو، نبود کار رو، متوقف کردن تورم رو از طریق توافق روی برجام حل بکنن. مثلا موشکی هست که به نظر میاد که در 6 ماه گذشته جمهوری اسلامی خود عقب نشینی کرده و رضایت آمریکا رو فراهم کرده. شما میدونید در تا 6 ماه گذشته اینا دائما قایق‌های توپدار می‌آوردن جلوی این کشتی‌های بزرگ آمریکا، مانور می‌دادن، تهدید می‌کردن، تحریک می‌کردن که درگیری ایجاد بشه، هم بتونن عزاداری را بندازن و هم که مثلا قلدری خودشون نشون بدن و احتمالاً به یک نوعی بگم ما در مقابل آمریکا بایستیم. حتی شما نگاه میکنید ماکت یک کشتی بزرگ آمریکا درست کردن که برن بسن منوجه بکنم، میگه ما زدیم منوجه کرد، از این کارا دیگه. خب ولی نشون دهنده این است که امروز وضعیت جمهوری اسلامی آن نیست که یک سال قبل بود، حتی آن نیست که 6 ماه قبل بود. بنابراین این روند رو به بهبود برای جمهوری اسلامی نیست، رو به وخیم شدن اوضاع است، و هر چقدر وخیم بشه اینا باید بیشتر عقب نشینی بکنن. شما مسئله اختلاس ها رو، دزدی های کلان رو شوخی نگیرید. در شهرداری شهردار جدید میاد جای شهردار قبلی میگیره، این شهردار میاد اعلام میکنه در شهرداری تا به حال 68,000 نفر کارمند و کارگر داشته، 130,000 نفر حقوق بگیر داشته. یعنی حدود مثلا 50% جمعیتی که دارن پول میگیرن اصلا کار نمیکنن. تازه اونایی که کار میکنن هم کار نمیکنن. اونم کار میکنن کار نمیکنن. این وضعیت شهرداری است که درآمد داره 48 فقط شهرداری تهران، 48 نهاد مذهبی، فاطمیه، حسینی، مسجد بودجه کامل دارن و دارن. 2 میلیارد 3 میلیارد شهرداری پول گرفتن. خب این دائما اتفاق افتاده و این دیگه نمیتونن ادامه بدن این وضعیت رو. با توجه به اینکه این تغییر در اتفاق میفته، فشار هست، اون نهادها سرسشون هم در میاد، اینا با پول هوادار جمهوری اسلامی هستن، میرن سینه میزنن، میرن تو نماز جمعه. خیلی از اینا نونخور همین نظام هستن، اگر پول ها نباشه این نونخور نظام نخواهم بود و بیا علیشون بلند بشه. بله، یا شرکت وزارت نفت، وزیر نفت میاد اعلام میکنه این نفر یه کارمند معمولی 100 میلیارد تومان رو بلند کرده در رفته. خب و میگه ما تا فهمیدیم به این دستور دادیم که به مقامات انتظامی که بدین آقا رو باید دستگیرش بکنین، این 100 میلیارد برداشته دزدیده، فهمیدیم 300 قلعه از فرودگاه خارج شده. و این میتونه یک باندی باشه، یه نفر نیست که 300 قبل از این دستگیرش بکنن. این زمانی که فهمیدن که این 100 میلیارد برده تا زمانی که این بخواد اینا دستگیر بکنن کار تمومه. دکتر آخرین سوالمو مطرح میکنم خدمتتون، و اون این مسئله صحبتی بود که نماینده امریکا در سازمان ملل با به اصطلاح از سران مسئولین سازمان ملل خواست که بیان و ثابت بکنه که موشکایی رو که ایران ساخته در جاهای مختلف به کار رفته بر به عنوان به اصطلاح دولت تروریست، و نماینده روسیه و چین اگر اشتباه نکنم روسیه و بیشتر روسیه گفت که این چیزایی که نشون دادن اصلا دلیل نمیشه و اینا منطقی نیست. دو دقیقه، یک دقیقه وقت داریم. بله، البته فقط اون موشک نیست، مدارک دیگه وجود داره که جمهوری اسلامی داده، خودشون اظهار کردن، خودشون در واقع پوز دادن به اینکه دارن جدا دخالت میکنن. یه روزی هم در لبنان میگفتن ما دخالت نداریم، وزیر دفاع خود جمهوری اسلامی تو تلویزیون جمهوری اسلامی باز پوز داد که ما درست کردیم سپاه پاسداران رو، چیز حزب الله لبنان ما درست کردیم، ما بهشون آموزش دادیم، ما اسلحه دادیم. حزب الله هم که خودش گفته اگه اینا نباید ایران نباشه ما، ایران نباشه ما نمیتونیم. بله، رئیس مجلسشون باز علی لاریجانی اومد که بله ما پول با افتخار، بله ما داریم پول میدیم به لبنان، به حزب الله، به جهاد فلسطین اینا. نمیدونم ادعایی که بخوام بیان بگن که این موشک نشانه نیست کافی نیست، مدارکی وجود داره. آقای دکتر یک دنیا تشکر از شما. بینندگان عزیز که با حوصله به برنامه توجه فرمودید تشکر میکنم. ایمیل من روی پرده تلویزیون هست. تشکر میکنم از سپهر عزیز. اگر نظری دارید خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، روز روزگار به شما خوش.